گوشت داریم، گوشتمون رو می‌ریزیم تو تابه و می‌ذاریم که تفت بخوره. گوشتمون هر دو طرفش تفت خورد. حالا زردچوبه بهش اضافه می‌کنم. یه کمی هم پودر فلفل سیاه یه تفتش می‌دیم. پیاز سرخ کرده دارم که اونم بهش اضافه می‌کنم. همه رو با هم دیگه یه تفت می‌دیم. حالا من انتقالش میدم به قابلمه. استاک گوشت داریم که اون اضافه می‌کنم به قابلمه. در قابلمه رو میذاریم تا گوشتمون بپزه. تو این فاصله که گوشت ما داره میپزه چغال بادوم داریم که من اونو از قبل شستم، گذاشتم آبش رفته. حالا میریزمش توی روغن و به مدت 2-3 دقیقه تفتش میدم. الان 2/3 از زمان پخت گوشت ما گذشته. نمک داریم که بهش اضافه میکنیم. ربع تفت داده شده داریم که اونم بهش اضافه میکنم. موادمون رو با هم دیگه مخلوط میکنیم. شما میتونین این خورش چغال بادومتونم با نعنا جعفری هم درست کنین، یعنی مثل خورش کرفس، فقط به جای کرفس از چغال بادوم استفاده میکنین. من تقریبا چغال بادومم ببینین ریز و کوچیکه. اگر یه وقت شما رفتین گیرتون نیومد و یه کمی چغال بادومای درشتری گیرتون اومد، از وسط نصف کنین، اون حصه توشو که هنوز کاملا هم نرسیده در بیارین، چون اگر اون باشه باعث تلخی خورش میشه. حالا من چغال بادومم اضافه میکنم به خورشم و میذارم که خورشمون با چغال بادوم کاملا بپزه. خورش چغال بادوممون پخته شدش. حالا بهش کمی زعفرون دم کرده و یه کمی هم آب لیمو ترش تازه. درشو میذارم 10 دقیقه دیگه زیر حرارت رو خاموش میکنم. میکشم تو ظرف سرو و نشونتون میدم. خورش بهاری چغال بادوم خوشمزه ما هم آماده شد. شما هم درست کنین و نوش جونتون کنین و لذتشو ببرین.